نوح فرهادی عزیز هست که دیروز پرزنتیشنشون دیدین. ایشون استاد مدیریت استراتژیک و تجارت بین الملل و نویسنده کتاب اکوسیستم صنایع متقاطع هستن و در حال حاضر تهیه کتاب جدیدی به نام ایران 3.0 که چشمانداز استراتژی های رشد آینده ایران رو تحت تهیه دارن. تحقیق ایشون بر روی رشد استراتژیک و ادغام و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستش و در مقام اخیرشون ایشون مدیرعامل یک شرکتی بودن و گروهی از شرکای 280 شرکای استراتژیک از 61 کشور اروپایی و خاورمیانه رو رهبری می‌کردن و در حال حاضر در نشریات متعددی کار می‌کنن و استراتژی، تغییر، رهبری و امور مالی شرکت‌ها رو در موردش تحصیل کردن. رشته تحصیلی ایشون علوم کامپیوتر، مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار در آلمان و انگلیس هست و خیلی هم به اسکی و مسافرت علاقه دارن. آقای دکتر نوح فرهادی بفرمایید. ببینید، قبل از اینکه با مسئله دیوالویشن شروع بکنم، اجازه بدید اول راجع به ایران 1.0 چیزی عرض بکنم. این وقتیه که قبل از انقلاب بوده. در اون وقت سیستم اقتصادی ایران یه استراتژی داشته به نام تمدن بزرگ و مسئله سیاسی نیست. من کاری به کار سیاسی اصلا ندارم، من دارم راجع به مسئله اقتصادی ایران صحبت میکنم. و اون وقت بود که سال 1969 طبق اون آمارهایی که ما از بانک بین المللی داریم، بورد بانک داریم، سال 1969 تا 1979 رژیم اون وقت 928% درآمد خالص ملی ایران رو افزایش داد. ظرف 10 سال، ظرف 10 سال تقریبا میکنه 1000%. انقلاب شد، ایران 2.0 من اسمشو میذارم، وقتیه که جمهوری اسلامی قدرت ایران رو در دست گرفت، جنگ با عراق پیش اومد، عراق به ایران حمله کرد، ایران هزینه بسیار بزرگی رو برای جنگ تحمل کرد. ارتش ایران، ارتش محبوب ایران که دیروز ما دیدیم و به خصوص تمام بچه های ایرانی، همه بدون اینکه راجع به هیچ قوه سیاسی یا نظامی ما بخوایم حرف بزنیم، ایران رو دفاع کردن، خیلی هاشون جونشون از دست دادن و کشور هم خیلی هزینه بزرگی رو داشت. و این برگشت به این که اقتصاد ایران در بعد از جنگ در دست رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفت و کاری که خواستن انجام دادن. توی آلمان یه گروهی هست به نام برتلزمن شتیفتونگ. این یه گروهیه که خیلی معروفه و اینا رسانه های مختلف مجازی دارن. بعضی از مثلا RTL یه دونه از تیوی های بزرگ اروپا متعلق به اونا بود، نمیدونم هنوزم شاید باشه. اینا ایرانو چندین سالی که در نظر گرفتن و این چیزی که اونا در آوردن اینه که ایران بهش میگن برتلزمن ترانسفورمیشن ایندکس. به این نگاه کردن که ایران چه خبره، چی شده، و هر سال نگاه میکنن به ایران. هر دو سال، سال 2018 تقریبا همون اوایل می راجع به ایران اینو نوشتن که از لحاظ اقتصادی ایران نمیتونه رشد بکنه، اون برمیگرده به رهبریت ایران، همون چیزی که ما دیروز صحبت میکردیم. رهبر ایران، من دارم میگم، باور کنید مقصر من نیستم، برتلزمن شتیفتونگ آقای خامنه ای اسمشون آوردن، ولی من آیت الله خامنه ای معذرت میخوام، به من گفتن شلوغ نکن. ایران مشکلات مختلفی داره. یکی از بزرگترین مشکلاش مسئله گاورننس، اختلاس. خب اینو من نمیگم، برتلزمن میگه، برتلزمن شتیفتونگ میگه ایران مشکل مختلفی داره با اکانومیک ترانسفورمیشن، یعنی عوض کردن اقتصاد ایران و رشد اقتصاد. و میبینید که از 129 کشور دنیا ایران مثلا در رابطه اقتصادی 113 همه، در رابطه اختلاس 115 همه. یعنی ببینید فاصلهش با کشورهای متمدن و پیشرفته جهان چقدر زیاد باید باشه که 115 هم شده اینجا. ما به ارقام
رشد ایران نگاه کردیم، جی دی پی یا درآمد خالص ملی، به اون نگاه کردیم و واقعا نگاه کردیم که واقعا رشد ایران چجوری بوده ظرف این 40 سال اخیر بعد از اینکه انقلاب شد، و اونو مقایسهش کردیم با کره جنوبی، با عربستان سعودی، اندونزی و به خصوص با کشورهای دیگه که تو اوپک هستن. ما میانگین رشد جی دی پی این کشورها رو در دست گرفتیم، اینو حساب کردیم. بعد یه مسئله دیگه که اینجا وجود داره، رشد جی دی پی یه مشکلی هم داره. اگه ببینید وقتی یه چیزی رشد بکنه و نوسان داشته باشه، یعنی بره بالا و پایین و رشد بکنه، این یه علامتی برای ریسک. و وقتی ما راجع به ریسک حرف میزنیم، منظورمون اینه که هر چقدر نوسان بیشتر باشه بدتره. مثل یه آدمی میمونه که توی خانوادهش صبح بیدار میشه، یه روز میخنده، روز بعد گریه میکنه، دوباره میخنده، بعد گریه میکنه، گاه‌گداری غذا نمیخوره، گاه‌گداری خیلی غذا میخوره. یه همچین آدمی ما بهش میگیم بدون بله استیبل نیستش، یه همچین آدمی واقعا نمیتونه جانم؟ بایپولر یا شاید من اینجا دکتر نیستم، دو پزشک نیستم، ولی با این وجود این باعث میشه که این نوسانی که در ایران وجود داره به خاطر جی دی پیش باعث شده که مشکلهای بزرگی رو برای ایران به وجود بیاره. و در رقابت بین المللی میبینید که ایران بزرگترین ریسک کنشون میره به خاطر نوسان جی دی پیش و کمترین رشد رو. یعنی اگه مقایسه بکنید کشورهایی که در کشورهایی که شبیه ایران هستن، در اوپک هستن، تونستن به این شکل رشد بکنن، به خصوص کره جنوبی رو اگه نگاه بکنید، وقتی که 40 سال قبل کره جنوبی از ایران عقب‌تر بود و الان هم کره جنوبی از لحاظ تعداد جمعیت خیلی پشت ایرانه. ایران 82 میلیون نفر، کره جنوبی فکر میکنم 45 میلیون نفر، نمیدونم دقیقا عددو، ولی خیلی کمتر از ایرانیان. و این سوال برای من پیش میاره که چی شد که کره جنوبی اینجوری شروع کرد به رشد و اینها به این شکل. البته ما رشد دوباره نگاه کردیم، این آمار رو از من نمیاد، این از تریدینگ اکانومیکس میاد و این نشون میده که نوسانی رو که عرض میکنم. ببینید زمان قبل از انقلاب نوسان ایران به این شکل بود که زیاد نبودش، این نوسان ببینید دیگه نوسانی وجود داشت، ولی وقتی که انقلاب شد خب بعضی ها حمله کردن به سفارت آمریکا، بعضی ها شروع کردن در جنگیدن، عراق به ایران حمله کرد، خاک ما رو بهش حمله کرد متاسفانه، و بالاخره این خیلی صدمه زد به ایران. اون نقطه های قرمزی که میبینید اینجا، اینا نشون میدن که اون جنگ که تموم شد. و واقعیت امر اینه که وقتی که جنگ تموم شد، جمهوری اسلامی شروع کرد راجع به اقتصاد ایران فکر کردن. اون دفعه اول بود که واقعا راجع به اقتصاد ایران شروع کردن فکر بکنن. و ببینید نوسان رشد جی دی پی ایران ببینید به چه شکلی شده، خیلی نوسان پیدا کرده. بعد اون چیزی که خیلی جالبه، رشد ایران در هر سال به طور میانگین 2% بوده، قبل از انقلاب 25% بوده، در فاصله مثلا فاصله 10 سال. من حالا علتش رو میگم، نتیجه این چیه؟ متاسفانه به خاطر همین مشکلات جی دی پی ایران، چون ایران درآمدش هم درآمدش گاهی میره بالا گاهی میاد پایین، و علیهش سال هاست که تحریم ها هستن، مشکل داره در کشورهای خارجی و به خصوص خرج هایی که میکنه در کشورهای خارجی، این باعث شده که دولت ایران بدهکار بشه. بدهکاری ایران سال 2012، این بدهکاری ها میره برمیگرده به بانک های ایران، به سنترال بانک ایران. رادیو فردا یه مقاله نوشته بود راجع به این چند وقت قبل که چرا این مسئله اینقدر مهمه، و فکر میکنم من اونو اینجا نوشتم که اگه کسی خواست اینو بخونه بعدم میتونه این پرزنتیشن رو ببینه. و جالب اینه که از سال 2012 تا سال 2018 تقریبا بدهکاری ایران 10 برابر شده، سالی 50% افزایش پیدا کرده.
و این مسئله خیلی بزرگیه. این آمار از من نمیاد، این آمار از استاتیستا میاد. استاتیستا آمار خودش رو از IMF میگیره، IMF International Monetary Fund، و اونا خودشون با جمهوری اسلامی هم کار میکنن. یعنی این اعداد از ما نمیاد، ما اینا رو نگفتیم به این شکل که اینا باشه. متاسفانه اگر اینو به سال 2022 ببینید، استاتیستا دوباره میگه نه، این عدد میرسه به 369 بیلیون یوس دالرز. یعنی ایران با درآمدی که داره 369 بیلیون دالرز بدهکار خواهد بود. حالا شما فکر میکنید که خب 369 میلیون دلار بیلیون دلار بدهی، خب این بسیار سمه برای ایران. چرا؟ به خاطر اینکه دولت ایران درآمدش درآمد نفتیه. وقتی که ما درآمد نفتی داریم و اینقدر نهادهای مختلف اسلامی داریم، خرچهایی که میکنیم، اینا همه رو بذارین روی هم، باعث میشه که جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی مشکلات خیلی زیادی پیدا بکنه. دکتر زندی راجع به مسئله نشنال دت فکر میکنم یه بار در اینترنشنال شما صحبت کرده بودین، و وقتی که شما اینو ادامه بدید ببینید، این برای دولت آقای روحانی، من دوباره شروع کردم با آقای روحانی، معذرت میخوام، وقتی که شما نگاه بکنید به این نشنال دت، یعنی بدهکاری دولت، یکی از نتایج این خواهد بود که دولت کاری میکنه که ما بهش میگیم دیوالویشن، یعنی ارزش ریال رو میاره پایین، و این شاید دست خود دولت هم نباشه، به خاطر این باشه که پول شاپ بشه، چون که سنترال بانک ایران، بانک مرکزی ایران، از آقای روحانی دستور میگیره. خود آقای روحانی در مجلس چند بار گفته که من اگر به بانک مرکزی بگم جور دیگه عمل بکنه، وضع اقتصادی ما اصلا خیلی هم خوب میشه، ولی من نمیگم. این گرافیکی که اینجا میبینید، این نشون میده که سال قبل از طرفای اوائل 2018 تا سال 2000 همون سال، تقریبا 10 ماه قیمت دلار در بازار آزاد، نه در بازار دولتی، 238% رفت روش. این نقطه‌ای که این بالای بالا هست میبینید، این پیکی که بالا هستش قرمز، اومده اونه که وقتی آقای روحانی شروع کرد راجع به مسائل ایران در سازمان ملل که حرف زد، قیمت دلار رفت به 19000 تومان. بعد دیگه ایشون دیگه حرف نزد یه مدت، دوباره قیمت اومد پایین، و این نشون میده که دولت ایران مشکل زیادی داره به خاطر همین دیوالویشن، ولاتیلیتی، نوسان و بدهکاریایی که بالا آورده. مشکل بزرگی که در ایران هست، این موقعی که دلار رفت بالا، بزرگترین مشکل دلار و افزایش دلار ولاتیلیتی بود، یعنی نوسان. من معذرت میخوام اگه کلمه انگلیسی استفاده میکنم، دوستانی که در ایران هستن من ازتون معذرت میخوام، به خاطر اینکه من این کلمه ها رو در جیبش به انگلیسی نوشتم، مجبورم استفاده کنم، ولی سعی میکنم تمام این کلمه ها رو به فارسی ترجمه کنم. نوسان بود، و نوسان به این شکل که وقتی قیمت دلار رفت بالا، این قیمت بالا و پایین رفت. این رشد نوسان، فقط رشد نوسان در اون مدتی که 238% قیمت دلار رفت بالا، 804% بود. ببینید، این مثل این میمونه که قلب آدم خیلی سریعتر تپش بزنه. ناآرامی مردم ایران وقتی که ناراحت بودن، به خاطر این بود که نمیدونستن قیمت دلار چیه، و بزرگترین سم برای اقتصادی کشور اینه که قیمت و قیمت دلار، ارزش پولی اون کشور واقعا دیده نشه، مردم نتونن روش حساب بکنن. یه روز قیمت بشه 14000 تومان، فردا بشه 15000 تومان، و این مردم رو تا اندازه بسیار زیادی خیلی ناراحت میکرد. و این ناراحت کردن مردم به این شکل بود که خب ناراضی بودن، بعضیا میرفتن خیابون یا میرفتن پیش صرافی ها، سعی میکردن دلار رو بخرن یا بفروشن، به خاطر همین نوسان بود. و دولت اینو فهمید. من نمیدونم چی شد، قیمت دلار دیگه رشد نکرد، رسید به 14000 تومان. با
برای یه وقت خیلی بزرگ. ما به خاطر همین رفتیم بعد نظرسنجی کردیم با دکتر زندی، ما راجع به این فکر کردیم، گفتیم چه سوالی باید بکنیم. و اینجا میخوام نشون بدم که مردم ایران راجع به این چی فکر میکنن. بانک مرکزی ایران ارزش ریال را با چاپ پول و ورود طلا کاهش داد، 68%، اینو میگه. من به مارک بانک مرکزی ایران و بانک های ایران اعتماد دارم. بله دیگه، بالای 90% میگن نه، اعتماد نداریم. من درباره دولت و پیامدهای آن در زندگی روزمره شهروندان، درباره بدهکاری‌های دولت و پیامدهای آن در زندگی روزمره شهروندان مطلع هستم. 76% میگن بله میدونیم بدهکاری یعنی چه، چه بلایی سر ما میاد. در همون زمان میگن که ما با هزینه های سازمان های مذهبی در داخل و خارج از کشور مخالف نیستیم. یعنی 98% مخالفن با خرجایی که جمهوری اسلامی میکنه. ببینید وقتی یک کشور پول نداره، باید پول قرض بکنه، به سنترال بانکش بگه برام پول چاپ بکن یا به این پول بده، به خاطر اینکه خرج میکنه در کشورهای بیگانه، مردم میگن ما میدونیم از کجا اینا رو خرج میکنن. یعنی معذرت میخوام، من میبینم چه کاری داره در کشور میشه. خب مردم میگن ما با این مخالفیم. سوال بعدی ما این بود که ما هم با توجه به تورم و گرانی های اخیر پسنداز سالانه خود را از دست دادم. واقعیت امر اینه. ببینید دو نهاد هست در ایران، که یه نهاد بزرگی در ایران وجود داره به نام خانواده. این نهاد خانواده، یعنی من اگر کارم در ایران از دست بدم، مادرم به من پول میده. اگه من از مادر من پول نداشته باشه، پسر بهش پول میده، دختر به برادر پول میده، برادر به خواهر. این نهاد خانواده انقدر قوی هست در ایران و این یه چیز تاریخی و فرهنگیه که ما همه پشت هم وایسادیم. و این همون قضیه یه دیروز شما صحبت میکردین، شبکه اجتماعی ایران خانواده است. و من دیروز واقعا لذت می‌بردم شما که راجع به این شبکه صحبت می‌کردین، چون دقیقاً من اون رو می‌بینم در این آمارها. دولت جمهوری اسلامی وقتی که مشکلات مالیش رو می‌بینه و مثلا تحریم که میشه، میگه خب تحریم که شدم، ملت اینو قبول می‌کنه، حمایت می‌کنه. یعنی چیه؟ یعنی من اینو میندازم گردن خانواده. خانواده ما به هم کمک میکنن، پدر به پسر، پسر به مادر، مادر به دختر، دختر به برادر، همه به هم کمک میکنن. آخرش چی میشه؟ وقتی که پول ندارن از پسندازشون استفاده میکنن. بعد اگه قیمت ریال بره پایین، این باعث میشه که پسندازشون هم نصف بشه. یعنی به جای اینکه مثلا با همون پولی که میتونستن سال قبل یه دونه پراید بخرن، امسال دیگه نمیتونن. الان هم پیش خودشون فکر میکنن چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ سوال بعدی ما این بود که من دلایل اصلی گرانی‌های اخیر را درک می‌کنم. یعنی مردم می‌فهمن، مردم به این شکل نیستش که چون اسمشون مردم از بالا به پایین آدم بهشون نگاه بکنه نتونن بفهمن قضیه چیه. بچه‌های ایران بچه‌های تحصیل کرده‌ای هستن، همه اینا در دانشگاه‌هایی که معتبر هستن در ایران درس خوندن، دانشگاه‌های ایران، استادان دانشگاه ایران واقعا آدم های خیلی قوی هستن تو کار خودشون، هم از لحاظ فکری هم از لحاظ اجتماعی. اینا میدونن دارن چی تدریس میکنن و بچه های دانشجوی ایران رو باید بهشون افتخار کرد. خب این بچه های دانشجو، این اساتید دانشگاه اینا رو میفهمه و اینا رو پخش میکنن در قشر متفکر ایران، اینو میفهمه. و این همونایی هن که به ما جواب دادن. من معذرت میخوام آقای روحانی، ببخشید اگر منو میبینین. نه اینکه شما میرین، منظورم اینه که در مجلس دارین صحبت میکنین. سوال ما این بود که did the current government devalue Iran's currency؟ سوال ما واقعا اینه، آیا آقای روحانی قیمت دلار رو، یعنی قیمت ریال رو، عمدن پایین آورد؟ به سنترال بانک گفت اینو بیار پایین که من بدهکاریام کمتر بشه، یا اینکه این همینجوری بود بدون اینکه ایشون بدونن، مثل ابرها که میان باران میاد و میرن، نمیدونم عمدن کردن یا غیر عمدن.
اجازه بدید من یه سایتی هستش خواستم بهتون نشون بدم خرجایی که ایران میکنه. این خرجها خرجایی که دولت ایران، یعنی بودجه دولت ایران در ساله. شیما جان کجای این شما؟ این آمارای شما فشار خون منو انداخت، داشتم شیرینی می‌خوردم. من یه سوال دارم، اجازه میدین من لپتاپمو عوض بکنم به خاطر اینکه بعد اون سایت رو نشون برم. من نمیدونم اسم اون سایت چیه، میتونم برم توی اینترنت؟ بله الان وقت دارین شما، الان 10 دقیقه دیگه وقت دارین. 10 دقیقه دیگه وقت دارم. من معذرت میخوام، I'll be back. بله من در این حال که این کار رو انجام میدم سعی میکنم راجع به این سایت حرف بزنم. این یه سایتیه که آمارهایی که از ایران اومده، خرچهایی که ایران میکنه، من از خودم در نمیارم، اینا رو این دوستان در ایران جمع کردن، من اونا رو میخوام نشون بدم که مردم ایران، یعنی اون کسانی که این آمار رو جمع کردن، راجع به خرچهایی که دولت میکنه چی میگن، چی فکر میکنن. ببخشین این مجبورم همه چی رو با ما به این سایت میگیم، یعنی خود دوستان اینو میگن، نمیدونم میبینین اینو الان، بعد ایران بودجه. وقتی که میرین روی این سایت، من نمیدونم این از واقعیت امر این نشون دهنده لایحه بودجه 1398، یعنی بعد مال الان باشه. وقتی که میرین به این سایت نگاه که میکنین، این به این شکله که درآمد ملی و درآمدهای متفرقه دولت رو میتونین ببینین و اینا همش بر میلیارد تومنه، یعنی دولت ایران همین رو میگه. وقتی مسائل ملی رو نگاه میکنید، میبینید دستگاه‌های اجرایی ایران رو که اونها بهش چقدر پول میدن. وقتی دستگاه‌های اجرایی رو بریم ببینین، میبینین ریاست جمهوری وجود داره، وزارت راه و شهرداری وجود داره، وزارت نیرو و غیره و غیره. من اگه برم نهادهای نظامی و امنیتی رو ببینم، اینجا میبینید که سپاه و ارتش و نیروهای نظامی این آمار رو در مورد اینها گفتن که چقدر از لحاظ ملی برای اونها پول خرج میشه. وزارت دفاع، نیروهای نظامی، وزارت اطلاعات و ستاد فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. نمیخوام راجع به خرچهایی که میشه در اونجا حرف بزنم، چون من نمیدونم واقعا برای چیه، ولی وقتی اینا رو ببینید، میبینید که ایران دو تا ارتش داره، ارتش، سپاه، وزارت دفاع. چیز دیگه که اینجا مشخص میشه، مثلا نگاه بکنید سایر نهادها و نگاه کنید که کمیته امداد، بنیاد شهید، نهادهای مذهبی، سازمان اوقاف، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اینها همه نهادهای جمهوری اسلامی هستند، همون شبکه های جمهوری اسلامی هستند که اسلامی هن و اسلام و پول با هم مربوط شدن، یعنی درآمد برای اشخاصی میارن که این نهادها کار میکنن. خب اینجا میبینید چند تا نهاد وجود داره و این نهادها حتما کار شر خوبم بکنن، من نمیدونم، ولی آره کسی راجع به اینا فکر کرده که اگر این نهادها رو بشه اینا رو با هم واقعا وصل کرد، جوری وصل کرد که مثلا هر یه نهاد سیستمای مختلف آیتی نداشته باشه، هر یه نهاد سیستمای مختلف امنیتی نداشته باشه. اگر اینها کنار هم دیگه میرفتن، خرج بکافیس خودش، اون چیزی که در پشت این بنیادها لازم هست برای ساختن این بنیادها رو بین هم دیگه پخش میکردن، شاید میتونستن اونجا افیشنسی پیدا بکنن. این خرجاییه که مردم باهاش ناراضی هن. میگن ما با خرجایی که با نهادهای اسلامی میشه ناراضی هستیم. بخاطر همین من اینو باز کردم که شما اینو ببینین. من سعی میکنم امروز تا اونجایی که میتونم سر وقت این تموم بشه، چون
این دفعه من با شیما جان شوخی ندارم، یعنی شیما با من شوخی نداره. اجازه بدین بعد من اینو، دیروز آقای بربریان شما بودین گفتین که ثبات اینا رو گفتی، گفتین که چه کار باید کرد، ایدتون چیه که چیکار مردم چی بکنن اینا. من فکر می‌کنم دکتر زندی استاد اقتصاد، استاد من، باعث افتخاره که با آقای دکتر زندی کار می‌کنم، ولی فکر می‌کنم اینا رو بعد شما به خودتون، یعنی اون کسایی که راجع به این فکر می‌کنم، من اینا رو عرض می‌کنم. یکی از راه‌هایی که وجود داره برای ایران اینه که سنترال بانک باید از دولت جدا بشه. راه، بهترین راهی که برای رشد اقتصاد ایران وجود داره اینه که سنترال بانک ایران بدون دولت ایران بتونه تصمیم بگیره. برای اینکه هر وقت آقای روحانی کم بوده پول داره میره میگه کجان این ابرها باران بیاد، بعد پول میگیره. بخاطر همین نباید به آقای روحانی پول داد. معذرت میخوام، من دوباره دارم شلوغ میکنم، ولی میتونیم به Q&A اگه بخوای آقای، اجازه میدین من اینو تموم بکنم؟ بله. Reduce costs of military activities. این یه چیزه. اوه، معذرت میخوام، من اینو دست نزدم. شیما جان شما قطع کردین؟ نه من هیچ کاری نکردم. اینو من اومد صفحه کامپیوتر اومدم اسلاید شما گم شد. من فکر میکنم یکی اینجا اومد الان جله سایبر آرمی از بله بله خیلی ممنون، مرسی. بله، راه دوم این اینه که من فکر میکنم باز دوباره باید با آقای زندی راجع به این حرف بزنیم، اینه که reduce cost of military activities. این بخاطر اینکه ایران خب خیلی خرجای مختلف داره از لحاظ میلیتری. مردم ایران باید چی کار بکنن؟ باید درآمد خالص ایران رو دوباره رشد داد. کارش اینه که مردم و دولت بتونن بالاخره در جامعه بین المللی پول در بیارن، بتونن با ملت‌های مختلف کار کنن، بتونن نوآوری بکنن با دوستی، با همزیستی. این کارشون باید باشه. خرج‌هایی که انقلاب اسلامی درست کرده اینا رو باید کم کرد. 40 سال این خرج‌ها خب کردین همه چی. فکر می‌کنم اگر واقعا می‌خوان خرجای موقعیت اقتصادی ایران درست بکنن، بعد این خرجا رو کم بکنن، راجع به این خرجا فکر بکنن. آیا این همه نهاد اسلامی درسته؟ چطور میشه اینا رو به هم، حتی اگرم نهاد اسلامی باشم اصلا نمیخوام راجع به نهاد اسلامی اصلا چیزی بگم. نهاد اسلامی خوب، عالی، ولی خب راجع به این فکر بکنن که چطور میتونن خرج اونها رو کمتر بکنن، که اینها با هم تصمیم جدا از هم نگیرن، سیستم های جدا از هم نداشته باشن، خرج های جدا از هم نداشته باشن. اینا اگه خودشونو بتونن واقعا در یک گروه، یک شبکه وابسته بتونن با هم دیگه همکاری بکنن، میتونن خیلی از خرجاشون هم شاید کم بکنن. Eliminate inefficiencies in state network، یعنی این که ببینید وقتی این شبکه هایی که دیروز آقای دکتر کنگلو صحبت میکردن، اونها در ایران هم وجود دارن، اگه اون شبکه ها رو بتونن راجبش فکر بکنن که خرج هایی که اون شبکه ها درست میکنن کمتر بکنن، میتونن به اهداف خودشون هم برسن. این یه دانشمندی به نام زولو که رشد اقتصادی رو برنامه میریزه و میگه علتش که چرا کره اینقدر رشد کرد و ایران نه، برمیگرده به خاطر اینکه علم و دانش در اون کشور اهمیت بزرگی داشته. تمام هدف کره همیشه این بوده که نوآوری بکنه و نوآوری، شما هر چقدر نوآوری بکنید منزوی باشید در دنیا، نوآوری شما رو کسی نمیخره. حتی اگر رو نفتم بشینین جلوی صدور نفتم میگیرن. فکر میکنید چقدر خرج این شده؟ این بازم از من نیست، این از استاتیستاست. این نشون میده که جمهوری اسلامی با موشکاش تا کجا میتونه بزنه.
البته شما شاید بگین خب شاید هم خوب باشه برای ایران همچین قدرتی رو داشته باشه زیر نظر ارتش. من نمیدونم، من متخصص ارتش و نظامی نیستم، من اینو نمیدونم، ولی از لحاظ یه نفر که توی بخش اقتصادی کار میکنم و خودم میپرسم این دایرها که اینجا هستن چقدر برای ملت خرج بردن، درست کردن این قدرت چقدر خرج برده. و تنها این نیستش که این موشک‌ها رو درست کرد، این موشک‌ها باید همیشه بهتر بشن، سریع‌تر بشن. یعنی اون نوآوری که در ایران انجام میگیره روی ایناست، روی همین مسائله. فکر میکنم این آمار، تمام این آمارها و همه این حرفایی که من زدم بر اساس آمارهای مختلف خانم بزرگی به من نگاه میکنن که من باید اینجا رو ترک بکنم. من معذرت میخوام اگه زیاد حرف زدم. سوال جواب دارید؟ سوال جواب، بله بله. تموم شد آجا. بسیار عالی، مرسی خیلی. باز من میتونیم سه تا سوال میتونیم بگیریم؟ سه تا سوال. واقعا تشکر کنم از آقای دکتر فرهادی. این راه‌حلی که شما پیشنهاد میکنید به رژیم پیشنهاد میکنید یا به نظر شما با نبودن این رژیم ما میتونیم به این اهدافی که ببینید فرهادی من معذرت میخوام، این سوالتون رو نمیتونم جواب بدم به خاطر اینکه ققنوس یک گروه سیاسی نیست. من اصلا هدفم اینجا نیست که بخوام علیه جمهوری اسلامی کاری بکنم یا نکنم. هدف من اینه که یه مشکل اقتصادی که در اونجا وجود داره، به خصوص به خاطر اینکه این اصلا بنیان ماست، بی‌طرفانه عرض بکنم. اگر دولت جمهوری اسلامی، حجت الاسلام، دکتر روحانی از این ایده ها استفاده کنن، چرا که نه، به من ربطی نداره اون. ولی از ایشون بپرسین که آیا موشک هاشون رو دوست دارن کمتر بشه یا بیشتر. اینو آقای پرزیدنت ترامپ هم سعی میکنه با ایشون صحبت بکنه و میگن نه، ما راجع به این چیزه با شما صحبت نمی کنیم. این مسائل به اساس اقتصادی باید، برای من اینا رو گفتم به خاطر اینکه مفهوم مشکل های اقتصادی حل بشه، نه اینکه بخوام رژیم چینج راجع به اینجور چیزا حرف بزنم. اینو بهتون بعد این سوالو پس بدم. دکتر فرهادی جانم، شما گفتین که ققنوس وارد سیاست نمیشه. بله. ولی هم از شما هم از دکتر زندی آیا میتونیم بپرسیم که اثر سیاست تو اقتصاد، اولین آیتمی به نظر من میاد که اقتصاددان نیستم از اقتصادم چی نمیدونم، اینه که اگه فردا یک دلیل عجیب و غریبی رابطه ایران و امریکا خوب بشه، اولین اتفاقی میفته ظرف 24 ساعت تحریم ها میتونه برداشته بشه 100%. و تحریم هایی که برداشته بشه پتانسیل اقتصادی ایران رشد حدود مثلا 6-7%. یعنی هیچ اقدام اقتصادی بالاتر از یک تصمیم سیاسی برای تغییر اقتصاد ایران وجود نداره. این درسته یا نه؟ این درسته، ولی یه چیز خیلی مهمی که در این وسط وجود داره اینه که رشد اقتصادی ایران از مردم ایران باید باشه. مردم ایران باید از لحاظ فکری جوری رشد کرده باشن که بتونن در جامعه بین المللی بتونن علیه کسانی که باهاشون رقابت میکنن، از چین، از هند، اینا کشورهایی هستند که ایران باهاشون وقتی ایران میتونه رشد بکنه که بتونه واقعا از لحاظ فکری ایرانی های داخل ایران بتونن از لحاظ فکری، تجربه، کاری واقعا نشون بدن که بهتر هستن از کسانی که در این کشورهای دیگه زندگی میکنن. حتی اگر دولت هم بگه آره، ولی وقتی مردم طرز فکرشون، زبانشون،
اون قدرت کاریشون در اون وجود نداشته باشه نمیتونن این کار رو انجام بدن. فکر میکنم این برمیگرده به مسئله education، تحصیلات عالی. بچه های ایرانی از بچگی وقتی در ایران باید فرزندان ایرانی انگلیسی صحبت بکنن، این مهمترین چیزه. اگه واقعا ایران میخواد کار بین المللی یه ایرانی میخواد کار بین المللی پیدا بکنه باید زبان انگلیسی رو بلد باشه، چون اگه زبان انگلیسی بلد نمیشه نمیتونه در دنیا خودش رو یه جوری یه کاری برای خودش پیدا بکنه. اگه واقعا اینو بخوایم دولت ایران، اگه دولت ایران اگر سعی بکنه مشکلاتش رو حل بکنه خیلی کمک میکنه. من فکر میکنم دکتر زندی شما دکتر زندی میخوانده استدعا میکنم چون دکتر کنگلو اسم من رو بردن. اول که معمولا اقتصاددارا با هم توافق نمی کنن ولی من و شما فرامون هر دو خیلی کامپلیمنتری بود. ببینید غیر از صحبت هایی که دکتر فرهادی در جواب سوال شما گفتند، اوضاع اقتصادی ایران قبل از تحریم هم خیلی جذابیتی نداشت، یعنی به خصوص اگه خاطرتون باشه در صحبت های ایشون و اون چیزا که من صبح همه گی عرض کردم، پایه های اقتصادی و مدل اقتصادی و اون ویژن غلط هست. فقط تحریم ها اینو به سرعت سقوط اضافه کرده. اگر تحریم ها برداشته بشه ممکنه که مثلا فرض کنید که به ادامه این خرابکاری یه 10 سالی اضافه بشه، ولی امکان این که راهی به، یعنی در حقیقت نوری پیدا بشه در انتهای این تونل تحت شرایط فعلی و مدل اقتصادی فعلی امکان پذیر نیست. برنده یه چیزی هم هست اجازه اگه بدیم من اینم عرض کنم. دکتر کنگلو، ایران احتیاج به چشم‌انداز داره. وقتی اگر حتی دولت آمریکا با ایران هم دوست بشه ولی چشم‌انداز ایران بر این اساس باشه که ایران رشد نکنه و اون مسائلی باشه که شما گفتین دیروز وحی و آینده ایران به چشم خودتون اینا رو گفتین، خب اون چه فایده ای داره؟ بعد تحریما بره دولت ایران بیشتر پول داره به خاطر موشکاش یا کارهای دیگه که انجام میخواد بده. اونا رو من میسپرم دست آقای هودشتیان، امروز نیستن اینجا برای مسائل سیاسی دارن نگاه میکنن. سلام آقای هودشتیان. در واقع این سوال من صبح میخواستم از دکتر زندی بکنم ولی فکر میکنم الان شما مگه میتونین جواب بدید. این هستش که همجور که در اخبار شنیدیم آقای ترامپ گفته که حاضره که با جمهوری اسلامی مذاکره کنه و فکر میکنه که ایران با همین سیستم میتونه کشور بزرگی بشه و رو به رشد باشه فلا اینا. با توجه به اینکه آقای ترامپ خودش هم یک آدمی هستش که دستش تو اقتصاد کاملا، یعنی به عنوان یک بیزنسمنه و شرایط اقتصادی رو به درستی میدونه، من سوالم از آقای دکتر زندی و شما این هستش که اصلا بر فرض بگیریم که ایران اومد میشه از پای میز مذاکره، آقای ترامپ چجوری فکر میکنه که این آیا سوالم اینه، نه که آقای ترامپ، سوالم از شما این هستش که آیا این سیستم با این شرایطی که داره و با این اوضاع اقتصادی و با این نهادهایی که وجود داره آیا امکان داره که رو به رشد و سازندگی بره؟ سوال این است. با سیاسی شد. من کاری به سیاست ندارم. یعنی من اصلا نمیخوام وارد من اگه اینجا حرف سیاسی بزنم آقای کنگلو به من میگه بیا پشت رو. باور کنید من اصلا کاری به سیاست ندارم. من فقط سوالم این هست شما به عنوان اقتصاددان، شما به عنوان کسی و از سوال در واقع این دلیل به این ذهن من اومد که خود آقای ترامپ کسی هستش که در بیزنس و مخ اقتصاد. فهمیدم. من میخوام ببینم که شما به عنوان اقتصاددان فکر میکنید، اصلا کاری به سیاست ندارم، فکر میکنید که در نظام جمهوری اسلامی این امکان وجود داره که راه رشد و سازندگی داره با این شرایطی که داره؟ فهمیدم. اجازه بدیم من یه چیز درکم، چون این مسئله احتیاج به تجربه بیشتر داره و دکتر زندی از من بیشتر تجربه دارن. مرسی، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. استدعا میکنم. هر شب خدمتتون. ببینید درآمد ایران درآمد نفت و گازه و این وابستگی به درآمد نفت و گاز هر سال اضافه شده و خیلی محسوس‌تر شده بعد از ایجاد تحریم ها.
از طرفی شما به حوزه‌های نفت و گاز که نفت که نگاه می‌کنید که برمی‌گرده به سال‌های 1930 اینها کهنه‌تر شدن و کهنه‌تر شدن، شما باید مثلا 10 میلیارد دلار در این چاه‌های نفت، حوزه‌های نفت بریزید که اینها قابلیت تولید نفت داشته باشن و این عمل صورت نگرفته اصلا. نتیجتا در بهترین شرایط صادرات نفت ایران در روز نمیتونه بیشتر از 2.5 میلیون بشکه باشه، حتی آقای ترامپ اگر گلم براشون ببره. در نتیجه شما نمیتونید در مقایسه با صادرات قبل که جمعیت هم اضافه شده، اون رقمی که دکتر فرهادی در مورد بدهی دولت داده، شما چجوری میتونید این رو معکوس بکنید؟ یعنی در نتیجه امکان این که بتونه رشد اقتصادی، ببینید یه اختلاف مثلا وجود داشت بین زمان موقعی که برجام برقرار شد و بعدش، برای یه پریود خیلی کوچکی یه مقدار پول برگشت، یه مقدار حرکت انجام شد و ما توی لیتریچر هم به اندازه کافی میخوندیم که در سراسر دنیا یک خوشبینی زیاد وجود داشت، حتی در بین غربی ها که ایران بازار بسیار بزرگی است و و و، ولی خب در نهایت اگه همون موقع بهش فکر میکردیم همچین خبری نخواهد شد و همچین اتفاقی نخواهد افتاد. شما مثلا در البته من دارم پرحرفی میکنم میبخشید، مثلا شما در سرای تولیدی هم که نگاه میکنید، ما تولیدات اتومبیل ما چی هست؟ اتومبیل خطوطی هست که از خط خارج شده و ما فقط میتونیم به ازبکستان و سوریه صادر بکنیم اتومبیلامون. در نتیجه اینها چیزایی که انترنچ شده، اینا ریشش عمیق در داخل مملکت و با هر تغییری هم که صورت بگیره اینا سر جای خودش باقی خواهند. متشکرم از آقای دکتر فرهادی و دکتر زندی. مرسی.